به نام خدا، سلام عرض میکنم حضور شما بینندگان عزیز و فرهیخته برنامه کتاب باز. خیلی خوشحالم که افتخار پیدا کردم تا از این برنامه به شما سلام و ادب و احترام عرض بکنم و البته لطف جناب آقای سروش صحت بود، مجری محترم این برنامه، که رسم مهمان نوازی رو کامل کردن و اجازه دادن که بنده اول خدمت شما سلام عرض بکنم. سلام در خدمت شما هست. سلام قطعا و حتما شما باید شروع می کردید. خواهش میکنم، نفرمایید. سلام. یه سوال واحد هست که ما همیشه از همدیگه میپرسیم و البته همیشه هم منتظریم جوابهای متفاوتی در پاسخ به این سوال بشنویم: چه خبر؟ و کسانی هستند که هر روز و همیشه در جنب و جوشند تا این سوال ما بی جواب نمونه. خبرنگارها، این خبرنگارها هستند که میتونن چشم بینا و زبان گویای مردم بشن. اونا به نمایندگی از ما با چهره‌های مشهور دیدار می‌کنن، سوالات ما رو ازشون می‌پرسن، از طرف ما میرن تو دل حادثه و بعد برامون تعریف می‌کنن که شاهد چه ماجراهای حیرت انگیزی بودن. ما رو با آدمایی که نمی‌شناسیم، با جاهایی که نگشتیم و با کتابایی که نخوندیم آشنا می‌کنن. می‌خوایم این برنامه‌مون رو تقدیم کنیم به خبرنگارها و به خصوص خبرنگاران حوزه کتاب، برای چشمان بینای جامعه، برای خبرنگاران. امضا کتاب باز. آیه دری، خیلی به برنامه کتاب باز خوش اومدید. خواهش میکنم. خیلی ممنون که ما رو دعوت کردین. خوشحالم از اینکه خدمت شما هستم. خیلی برام سخته. قبول دارین که با شما گفتگو کردن بسیار بسیار کار سخت. خواهش میکنم. لطف شماست. من یه برنامه آقای منوچهر نوذری سالها پیش داشتن به اسم مسابقه هفته، که معروف شده بود از کی بپرسن. بله. سوال میکردن، بعد اگه اشتباه بود گفتن حالا از کی بپرسن. بله، دیده بودم. بله. الانم من باید اینو به شما بگم، به نظرتون من چی بپرسم؟ خواهش میکنم، لطف دارین. ما در خدمت شما هستیم. من اصلا چنین جسارتی نمی کنم. طبق روال برنامه هر چی که دوست دارین من در خدمت شما هستم. شما تا حالا با چند نفر گفتگو کردین؟ والا تعداد نفراتی که باشون گفتگو کردم رو طبیعتاً الان خاطرم نیست، اما مجموع مصاحبه های تلویزیونی که تا حالا انجام دادم بالغ بر 5500 مصاحبه است. بله. 5500 تا مصاحبه؟ بله. که یه چیزی حدود 2000 و تقریباً 500 تاش طی 7.5 سال هر شب بدون یک شب توقف بوده، برنامه های زنده بود که تقریباً حدود 2500 شب بدون حتی یک شب توقف، بله، برنامه زنده داشتم. آخه خیلی زیاده. آره، توی یه مقطعی پیش اومد و فکرم میکنم دیگه قابل تکرار برای من حداقل نباشه، حالا همکارای دیگه ممکنه. خب این که 7 سال 365 روز، بله، هر روز، بله، در واقع این گفتگو بوده، نشون دهنده موفقیت این برنامه بوده و نشون دهنده موفقیت کسی که داره این گفتگو رو میکنه. خواهش میکنم. شما چقدر مطالعه بهتون کمک میکرد که بهتر بتونین با مهمونتون صحبت بکنید؟ خیلی خیلی، به دلیل اینکه هر موضوعی که ما شب قرار بود راجبش صحبت بکنیم یه موضوع تازه بود، چون عنوانش اصلا این بود گفتگوی ویژه خبری، یعنی ما باید در مورد یه اتفاق خبری که همون روز رخ داده شب صحبت کنیم. طبیعی بود که از قبل نمیدونستیم که چی هست بخوایم بریم راجبش مطالعه کنیم، باید همون روز این کار رو میکردیم. به همین دلیل
مثلا دیگه از زمانی که برنامه نهایی میشد معمولا مثلا ساعت 5 و 6 غروب دیگه تقریبا نهایی بود. البته خیلی شبا هم پیش می اومد ساعت 10 شب حتی برنامه عوض میشد یا به هر دلیلی موضوع تغییر میکرد یا اتفاق خبری مهمتری رخ میداد، ما مجبور بودیم تغییرش بدیم. طبعا هر چقدر زمان که من داشتم تا شروع برنامه به مطالعه راجع به هم موضوع برنامه میگذشت و هم شخصیتی که قراره تو برنامه حاضر بشه. خب پس در حوزه‌های خیلی متنوع و مختلف، بسیار متنوع، بله، همه این موضوعات، از موضوعات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، هر چیزی که در یه رخداد خبری مهم روز میگنجید ما در موردش برنامه داشتیم. و حالا وقتی که شما اینقدر مطالعه کردین و این تعداد گفتگو داشتید، حوزه‌های مورد علاقتون برای مطالعه کدوم حوزه ها؟ بله، دو تا حوزه بیشتر از سایر حوزه ها برای من جذاب بوده، همیشه هنوزم هست. یه حوزه در واقع روابط بین الملل و موضوعات سیاسی هست، یکی هم موضوعات اقتصادی. یعنی این دو تا حوزه، حوزه یه که من هم بیشترین مطالعه رو در این سالها داشتم پیرامونش، هم بیشترین مصاحبه رو در واقع پیرامونش داشتم. خب هر کدوم از اینا هم بخشای مختلف و متنوعی رو در بر میگیره دیگه. ولی من همین امروز متوجه شدم که شما رشته تحصیلیتون فیزیوتراپی بوده. بله، من اولین رشته آکادمیکی که در واقع خوندم، من فیزیوتراپی خوندم در دانشگاه علوم پزشکی تهران، ورودی سال 67 بودم و فارغ التحصیل سال 71. پس تازه یه بخشی به اطلاعات پزشکی و در واقع مطالعه پزشکی هم داشتید. طبعاً بله، من خب به اعتبار همین تو حوزه‌ی پزشکی هم فعالیت داشتم، هم خب سالها تو بیمارستان کار میکردم، تو آی سی یو کار میکردم. جدا؟ بله، من تو آی سی یو قلب باز بیمارستان خاتم الانبیا کار میکردم سالها، خدمت اساتید جراح قلب خیلی برجسته کشورمون بودم اونجا. یه سالهای طولانی مطبم داشتم. بعد اون موقع تو تلویزیون هم فعالیت داشتی؟ اواخری که کار بیمارستانی انجام میدادم هم تلویزیون بودم، ولی دیگه چون اینقدر حجم کارم دیگه تو تلویزیون زیاد شد اون کارو لاجرم رها کردم. بیمار میگفت چه خبره اینجا، من این آقا چرا عین تو خبر؟ بله پیش میومد خیلی، مثلا خیلی اومدن شما چقدر شبیه اون آقای این که تو تلویزیونه. منم معمولا میگفتم آره، مثلا به من خیلی ها میگن شبیه هم، مثلا بعد که حرف میزدم از رو صدا میگفتن نه اذیت نکن خودتی، مثلا آره صدا هم چیز دیگه، بله. صدای خبری بود که داشت. بله. درباره بر من جالبه، مثلا خیلی ها مثلا روی تصویر من مثلا 30% شک میکنن، ولی وقتی حرف میزنم 100% یقین میکنن. بین مصاحبه‌ای که کردید، گفتگوهایی که کردید، کدومش براتون، یا بگم بهتر بگم کدوم هاشون، تو 5000 تا آدم نمیتونه یه دونه انتخاب کنه، کدومشه که براتون جالب تر و خاص تر بوده؟ ببینید بعضی مصاحبه‌ها هست ممکنه به دل خود آدم خیلی بشینه، ولی از نظر مخاطبین خیلی جالب نباشه، ولی این خیلی کمه. عموماً مصاحبه هایی که به دل خود آدم میشینه معمولاً به دل مردم هم میشینه. من وقتی میخوام ببینم که یه مصاحبه‌ای جذابه یا نه برای خودم، نگاه میکنم ببینم که همکارایی که تو استودیو دارن کار میکنن، هم از اونه که تو رژیان یا داخل استودیو هن، چقدر به مصاحبه توجه دارن. واقعاً یه در واقع بنچمارک خیلی خوبه. مصاحبه هایی که همکارای داخل استودیو و رژی خیلی خوب بهش توجه میکنن، معمولا من دیدم که بازتاب بیرونیش هم خیلی خوبه و بالعکس. نگاهی بکنیم ببینیم اوضاع ما چطوره الان. حالا همکارا که بالاخره مشغولن. خدمت شما عرض کنم که بله، خب بوده، بالاخره یه مصاحبه هایی بوده که یکی دو تاش که شاخص بوده تو ذهنتون مونده. من یه مصاحبه ای داشتم که چون برای بیننده ها فوق العاده جالب و جذاب بود و همیشه خیلی ها مثلا هنوز هم منو میبینن میگن مثلا اون مصاحبه که تو خاطرم هست، من یه مصاحبه ای داشتم با پروفسور موسیوند، یه آقای جراح قلب ایرانی هستن که الان کانادا هستن و ایشون داستان زندگی خیلی جالبی دارن. من توی کنفرانسی با ایشون آشنا شدم. ایشون چوپان بوده در روستاهای اطراف همدان. واقعا؟ بله بله بله. چوپان. بله بله، رسما چوپان بوده و در کنار کار چوپانی به صورت اکابر درس هم میخونده تا اینکه دیپلم میگیره. یعنی حتی مدرسه نرفته ایشون؟ اصلا
چون از اون سن خودش یه خورده مثلا به لحاظ تحصیلی عقب‌تر بوده، مدرسه رسمی ثبت نامش نکرده بودن، کلاس‌های اکابر می‌رفت. بعد ایشون تعریف می‌کرد، می‌گفتش که من تو کوه‌ها بودم و با گوسفندام و کار چوپونی و اینها، ولی خب درسم می‌خوندم و امتحانم هم می‌دادم. می‌گفت دیپلممو که گرفتم شدم معلم تو همون منطقه عشیره‌ای که به هر حال زندگی می‌کردیم تو روستاهای همدان. بعد میگفتش که یه مقدار پول جمع کردم، با خودم فکر کردم که برم ادامه تحصیل بدم، که میگفت اومدم رفتم اول زیارت امام رضا مشهد و بعد اومدم تهران یه بلیت گرفتم رفتم آمریکا. بعد میگفتش رفتم اونجا و میگفت هیچ پولی هم نداشتم. میگفت مدت‌ها کارگری میکردم، رستوران میشستم، چه میدونم از اینجور کارهایی که بالاخره همه اونایی که میرن اونور با سختی انجام میدن. و بعد میگفت شروع کردم به تحصیل در رشته پزشکی، جراحی و بعد جراحی قلب. و بعد میگفتش که دیدم به یه تجهیزاتی احتیاج دارم تو کارم که نیست تو بازار حتی تو همون امریکا. میگفت رفتم مهندسی پزشکی هم خوندم و ایشون در واقع از بنیانگذاران تلمدیسین یا پزشکی از راه دور در دنیاست و همینطور اولین قلب مصنوعی دنیا رو هم ایشون ساخته که از رو حیوانات آزمایش کردن. بله بله. و ایشون سالها امریکا زندگی میکردن که میگفت چند سال پیش نخست وزیر کانادا میره و از ایشون رسما دعوت میکنه به عنوان مشاور فناوری در حوزه به اصطلاح پزشکی و پزشکی مهندسی، از ایشون دعوت میکنه که مشاور نخست وزیر کانادا باشه. بله. و اونجاست. و مهمترین چیز که در شخصیت این فرد بود با همون افتادگی، یعنی شما انگار میکردی که مثلا همون چوپان با همون ویژگی ها مثلا فرض کنیم که نشسته داره این حرفا رو میزنه، یعنی با همون سادگی و حالا به تعبیر ماها میگیم خاکی و افتادگی و الانم کانادا هستن و کار میکنن و خیلی هم موفق و اصلا الان تعریف کردین برای من جالب. بله. کاش میتونستیم پیدا کنیم و ببینیم. آره فکر میکنم با تو اینترنت میشه پیداشون کرد، من حتی ایمیل دارم ازشون، هر از گاهی با هم در تماسیم. به هر حال هنوز سلام ما و کتاب باز رو بهشون. حتما. خیلی خیلی ممنونم. این خیلی بر بیننده ها همیشه چون جذاب بوده میگن، چون اومد تو ذهنم شما عالی بود. آخه واقعا هم جذاب. بله. بود. من یه پذیرایی کوچیکی از شما بکنم و ادامه بدید. لطف میکنید. مرسی. درس امروز ما تو شکم شما هست. میشه منم یه گاز از این درس بخورم؟ میشه درس رو کنفرانس بدم. کدوم درسو؟ درس پیام همبرگری محصولات رسانه‌ای. پیام همبرگری شعبه زده؟ هاتداگش چطوره؟ پیام همبرگری یعنی هر محصول رسانه‌ای یه پیام داره که مثل همبرگر شامل سه بخش. آفرین. تولیدات رسانه‌ای سه تا پیام اصلی دارن: متن، زیر متن، فرامتن. این گوشت مثل متن پیامه. متن دیگه چیه؟ لایه اصلی پیام که اصلا تولید پیام بر اساس اون شکل گرفته. دلم متن میخواد، متن زغالی با خیارشون. منم دلم چیزبرگر دوبل میخواد. متوجه شدین که من این نونو از کجای ساندویچ کندم؟ آقا اجازه یه وقت نندازینش دورا، حیفه، بدینش به من. آقا نون زیر همبرگر به چه دردت میخوره؟ میخورمش. نون زیر کباب، ببخشید، نون زیر همبرگر مثل زیر متن در آثاره. زیر متن دیگه چی ها؟ پیام پنهانیه که تولید کننده با هوشمندی به مخاطب انتقال میده. ها، مثل شعرهای کنایه که یه منظور ثانویه همیشه پشت منظور اصلیش داره. نه، تو همون مایه ها. استادی یکم از این زیر متن ها بدین ما هم بخوریم، معدمون داره قارقور میکنه. بده بخوره دیگه استاد. این که من خوردم نون بالای همبرگر یا فرامتن بود. فرامتن یعنی این که اوضاع محیطی، اوضاع فرهنگی و عوامل بیرونی روی مخاطب تأثیری میذاره که درکش از پیام متفاوت میشه. آفرین. بیا مصفت بگیریم. برم پیام همبرگری یه همبرگر بخورم. واسه منم یه نوشابه بخر. آفرین بچه ها که درس امروز یاد گرفتین، اگه دوست دارین دوباره هم ببینینش. خسته نباشی استاد.
جناب هیدری، چرا کتاب تاریخ بیخردی رو برای برنامه کتاب باز انتخاب کردید که به یادگار بیارید؟ بله، خواهش میکنم. یکی از کتابای خیلی خوبی که من خوندم همین کتاب تاریخ بیخردی هست، نوشته خانم باربارا تاکمن. علت این که فکر کردم این کتاب رو با خودم بیارم برای این برنامه این هست که بسیار پندآموزه. اصولا کتابای تاریخی خیلی پندآموزن و این کتاب در عین اینکه تاریخیه اما مبتنی بر یک عمر کار علمی و تحقیقاتی هم هست و در واقع نشون میده که چرا حکومتگرها، سیاستمدارها اشتباهات تاریخی رو مرتب تکرار میکنن. چرا؟ ببینید، حالا از منظر این کتاب اگه بخوایم بگیم که من باش موافقم، به نظرم اصولا سیاستمدارا، این عام هست، دچار یک سری آفتهایی میشن که این آفتها نهایتا اونها رو میکشونه به یک رفتارهای نابخردانه که این تاریخ بیخردی همونها رو در واقع مثال میزنه. یکیش اینه که اصولا قدرت باعث سرمست شدن آدمیزاد میشه، چون اصولا اینها جزو در واقع نرم افزار انسانه. قدرت باعث سرمستی میشه، قدرت باعث میل به استبداد میشه، قدرت باعث این میشه که چشم های آدم بسته بشه، گوش های آدم بسته بشه. و علت این که به هر حال تو دنیا هم اومدن و سعی کردن یه جوری این رو علاج بکنن، مدل های مختلف حکومتی از توش در اومده، ولی تاریخ نشون داده که اصولا این مدل ها هیچ کدوم موفق نبوده. پس چه باید کرد؟ بشریت همیشه به دنبال این بوده. همه اونهایی که مدل های مختلف حکومتی رو به دنیا معرفی کردن، اساسا تمام روح اقدامشون و روح برنامه‌شون و روح هدفشون اینه که بگن این مدلی که الان ما داریم معرفی میکنیم، این بشر حاکم رو میاره تو چارچوب، این بشر حاکم رو از سرمستی قدرت، از مطلق الانان شدن، از ظلم کردن، از استبداد، از بیکفایتی و از اینها به دور میکنه، نجات میده. این کتاب تاریخ بیخردی با مثالهای متعدد این رو نشون میده. در واقع ببینید، دانش بشر تو زمینه‌های مختلف متراکم شده، انباشته شده و خروجی داده. مثلا شما دانش پزشکی رو در نظر بگیرید، طی مثلا قرن‌های گذشته دانشش همیشه رو هم انباش شده و مترقی شده. دیگه مثلا الان یه پزشک اشتباهات پزشکان 40 سال پیش، 50 سال پیش، 100 سال پیش رو تکرار نمی‌کنه. تو زیست شناسی همینطور، تو ریاضی همینطور، تو فیزیک همینطور، تو شیمی همینطور. یعنی شما در هر شاخه ای از دانش که برین، دانش و تجارب بشر رو هم انباش شده و خروجیاش متعالی و مترقی شده. تنها حوزه ای که این اتفاق براش نیفتاده علم سیاست و عالم سیاسته. کتاب تاریخ بیخردی نوشته باربارا تاکمن با ترجمه درجه یک استاد حسن کامشاد. از خانم تاکمن ترجمه های دیگه ای هم هست، کتاب های دیگه، مثلا ترجمه خیلی خوب استاد عزت الله فولادوند. بله. تاریخ نگار خانم تاکمن که از تاریخ نگارها و ژورنالیست های خیلی بله. جناب هیدری، شغلتون رو دوست دارین؟ خیلی خیلی. چرا؟ راستش خیلی از همکارای ما وقتی در معرض این سوال قرار میگیرن میگن ما از بچگی مثلا عاشق، ولی حقیقت اینه که من از بچگی عاشق این کار بودم، واقعا دوست داشتم. خیلی جاها اینو گفتم و اون دوستان دوره کودکی منم این رو به خوبی میدونن که من بچه که بودم، بچه های همسن و سال خودم رو جمع میکردم، یه برید روزنامه میگرفتم، براشون خبر میخوندم. واقعا خبر میخوندی؟ واقعا خبر میخوندم. بچه های تفلک معصوم چه گناهی کردی؟ همین، آره. ولی حالا حتی شده بود مثلا یه نفر دو نفرم بودن، بالای پله میشستم، اونا پایین پله میشستم. بعد اونا چیکار میکردن؟ گوش میکردن دیگه، از سر ناچاری. حالا احتمالاً هم بازی بودیم، حالا مثلا یه بازی دیگه میکردیم، یه تیکر هم تن میدادن. بله. چون واقعا دوست داشتم و منتها خب بعد که تو این مسیر قرار گرفتم این علاقه تشدید شد و اگه هزار دفعه دیگه هم به دنیا بیام و بخوام
به اصطلاح یه کاری انجام بدم حتما همین کاره. یعنی باز اول فیزیوتراپی میخونین بعد نمیدونم نه دیگه اونجوری نه، ولی اشتباهاتمو تصحیح میکنم. خیلی از فرصتایی که تو این سالا از دست دادم و حتما سعی میکنم که دیگه تکرار نکنم، ولی مسیری که میرم همین مسیره، چون برای اینکه در این مسیر واقعا یک کتاز و درجه یکی. این لطف شماست، این محبت شماست. بفهمید که رمانم میخونیم. والا من اگه عمری باقی باشه سه تا کار نکرده در زندگیم دارم که امیدوارم بعد از اینکه بازنشست شدم، البته شغل ما خیلی بازنشستگی نداره، ولی یه زمانی اگه فراغتی پیدا کردم سه تا کار مونده که نکردم. یکی یه جاهایی از دنیا که ندیدم و باید برم ببینم، یکی فیلمایی که ندیدم و دوست دارم ببینم، و یکی هم کتابایی که نخوندم و باید بخونم که یه تعداد قابل ملاحظهش رمانه. نمیدونم، شاید هیچ وقتم این آرزوها برام محقق نشه، ولی خیلی جدی تو دستور کارمه. رمان پراکنده خوندم، ولی به اون معنا که رمان خونه حرفه‌ای باشم و مثلا رمانای معروف خونده باشم و اینا نه. شاید جست گریخته مثلا خلاصه‌شو خوندم یا نه، صادقانش اینه که نه، ولی واقعا جز آرزوهامه که یه تعداد از کتابا رو که از جمله رمان‌های خوب دنیا تو شهر، امیدوارم زمانی. این آرزوها نه در زمان بازنشستگی که هر چه زودتر محقق بشه، ولی با شعر مانوس هستید دیگه. آره، کتاب شعر گاهی میخونم از شاعرای بزرگ ایران، و یه شانسی من آوردم، یه دوست خیلی فاضلی دارم که ایشون اصلا تحصیل کرده رشته ادبیات هم نیست، ایشون هم حقوق خونده هم مهندسه، ولی تقریبا میتونم بگم که تمام دیوان اشعار بزرگ ایران رو حفظ و بسیاری از اشعار حتی به اصطلاح جدید رو، معاصر رو هم حفظ، و ما ماهی یه بار دوره هم جمع میشیم، ایشون برای ما شعر میخونه، تفسیر میکنه. بله، هر ماه جالب. این برنامه رو داریم. چقدر سال خوبه هست که از اینجور برنامه ها گاهی وقتا با دوستامون بذاریم، یعنی خانواده دور هم جمع بشیم شعر با هم بخونیم. بله. دوستان با هم جمع بشیم کنار هم، هر دفعه یکی یه قصه ای بخونه. بله، آره، ما 4-5 یه کتاب معرفی بشه. خیلی به نظر تقریبا اتفاق نمیفته. 4-5 ساعت موبایل ها رو همه رو میذاریم بیرون. آخ. خانوادگی هم هست، و هدف این نشستان بیشتر اینه که بچه ها با این مفاهیم و مضامین آشنا بشن، با ادبیات غنی ایران آشنا بشن، با گنجینه های ادب فارسی آشنا بشن، و این دوست عزیز ما آقای خادم اسلام هم برامون شعر میخونه، هم تفسیر میکنه، هم از سرگذشت شوهرها میگه. در واقع من تمام طول ماه، چون سه شنبه اول هر ماه، من تمام طول ماه و خیلی وقتا خستگیامو به این امید تحمل میکنم که این عالی بود، این عالی بوده. سه شنبه دوره هم باشه. این کاری که آقای حیدری و دوستان میکنن و واقعا یه بار دیگه خواهش میکنم بیاین و بهش فکر کنیم. خانواده ها، جوون ها، دوستان، بیاین گاهی وقتا یه برنامه مشخص دور هم جمع بشیم برای قصه شنیدن و قصه گفتن، برای شعر شنیدن و شعر خوندن. فکر میکنم خیلی جذاب باشه. بسیار بسیار خیلی. اصلا آقای صحت باور نمی کنید آدم شگفت زده میشه که مثلا سعدی در قرن هفتم یا مثلا حافظ در قرن هشتم مثلا در قالب شعر مزامینی رو گفته، مفاهیمی رو گفته، حالا در قالب داستان، در قالب حکایت یا در قالب حالا قصیده، مثنوی، هرچی، که مثلا دانش بشر همین الان با این همه انباشتگی و تراکم هنوز به گرد پای اینا هم نمیرسه. باور نکردنیه، آدم واقعا شگفت زده میشه که مثلا دو بیت شعر میگه، مثلا چه میدونم 10 بیت شعر میگه، یه دنیا مفاهیم، شاید مثلا ده ها کتاب باید نوشت تا این مفاهیم رو برسونه. اون وقت ما چنین گنجینه هایی توی ادب فارسیمون داریم و متاسفانه خب خیلی فاصله گرفتیم از اینا و هممون رفتیم توی این شبکه های اجتماعی و مثلا یه حرفایی که بعضا هم دروغ، اصلا معلوم نیست مال کیه، هی هم نسبت میدن به این و اون و اینا رو میخونیم، ذهنا آشفته پراکنده و از یه چنین گنجینه هایی که خاک میخوره. من واقعا هیجان زدم و سعی میکنم خودم
با خانواده و دوستان این کار رو از این به بعد بکنم. گاهی وقتا از این نشست ها، یعنی مهم اینه که منظم باشه و ادامه داره. سه‌شنبه اول هر هفته است. شما هم تشریف بیارید، خوشحال میشم. من حتما یه بارش رو اگه اجازه بدین میام. برای اینکه این بخش برنامه‌مون رو تموم کنیم، من یه خواهشی از شما دارم. خواهش میکنم. من میخوام با کتاب‌هایی که اینجا هست چند تاش انتخاب کنید. بله. و یه هایکو، یک در واقع یه چیز شبیه به هایکو برای ما درست کنید. چشم. خیلی خیلی متشکرم. امیدوارم که بتونم. بله. بله، این کتاب من زنده ام خانم دکتر معصومه آباد، همکار خوبمون که ما ایشون از همکاران خوب مامای ما هستن در نظام پزشکی. بله، کتاب بسیار خوبی هم هست. گفتین در نظام پزشکی، مگه شما تو نظام پزشکی هستی؟ بله، من عضو شورای عالی نظام پزشکی. آره، داری همینجور لحظه به لحظه داره چیزای جدیدی اضافه میشه. سلام، سلامت بشید. این خاطرات اسارت خانم دکتر آباد هست. خیلی کتاب زیبایی، من اینو خوندم الان، اینم اتفاقی دیدمش اینجا. بله، اینم عالی. بفهمین شما هایکو. بله. تو ساخته شد. بله. پس خودتون لطفاً برای ما بخونید. بله، چشم. من زنده‌ام جایی که عاشق بودیم به سپیدی یک رویا. عالی عالی. من زنده‌ام جایی که عاشق بودیم به سپیدی یک رویا. خیلی زیبا بود. خواهش میکنم. چایتون سرد شد. خیلی متشکر. بله چشم، حتما. خیلی ممنون. خواهش میکنم. ممنون از شما. سلام آقا، تماس گرفته بودیم، بنده پشت فرمون بودم، معذرت میخوام. سپاسگزارم. یه چند موقعی دیدم آقای صحت. درسته؟ بله دیدمش چند موقع. بنیاد بستان گلباران خدمتتون میرسم. خوبه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمد اسفدی هستم. اصالتاً ترکم. 32 سالمه. 4-5 سال یه تاکسی دارم از سال 93. 2-3 سالی هم هست که کتاب چیدم تو ماشینم که مردم استفاده کنن. یه تاکسی هایی هستن توی کشور ایتالیا، من تو اینترنت دیدم دربارهشون خوندم. اونا دیگه مثل ما کار انجام نمیدن، این کار از طرف دولتشونه. توی جاهای شلوغ میرن وای میستن به مردم کتاب ارائه میکنن. کتاب دادن ما هم که به سه صورته که انشالله بعدها به چهار صورت باشه. یکی اینکه توی ماشین مطالعه کنن بذارن سر جاش، یکی اینکه کتابو بخونن بعد میتونن ببرن هر جا که هستن، یا مبلغ کتابو میدن، یا یک کارت شناسایی معتبر که پیش ما امانت باشه. بعد از اینکه خوندن کتاب هر جای قم باشه خودمون میریم دنبالش بدون هیچ هزینه‌ای تحویل میگیریم. این کتابا همش همینجوری نمیمونه، کتابا فصلی عوض میشه. هر دو سه ماه یه بار کتابا رو کامل عوض میکنیم، همه جای میشه. محیط زندگیمو میشه گفت که ما 3-4 ساعت، ما تقریبا تو روز 7-8 ساعت اینجا زندگی میکنیم. محیط زندگیمو با چیزی که دوست داشتم تزیین کردم. من تقریبا از سال 93 کتاب چیدم تو ماشینمو، این کار رو انجام دادم و خیلی هم راضی ام از این کار. مطمئنن اگر من تو داخل ماشینم کتاب نبود و این کار انجام نمیدادم، یک سال هم نمیتونستم تو این کار دوام بیارم. اکثرا مردم تعجب میکنن، مثلا یه جوونی بود ازم سوال کرد که آقا مردم نونشون رو نمیتونن پیدا کنن. گفتم من در همین حد میتونستم پذیرایی کنم. مطمئن باشین اگر روزی میتونستم نون کسی رو بدم، این کارم انجام میدم. من روزانه میشه گفت که تو 24 ساعت یک ساعتی کتاب مطالعه میکنم. اکثر رمان های روز دنیا رو هم دارم، جلوی ماشین هم میتونین ببینین. تقریبا تاکسی کتاب رو میشناسن، تاکسی کتاب آرم داره، خودمون رو میشناسن. منتها مسافر برمیداره میخونه، بعضی موقع دیگه میگه که آقا میتونم کتاب ببرم، که من عنوان میکنم که بله میتونه با شرایط کتاب ببره. من با توجه به اینکه کتاب بازو قبلا دیدم، به مهموناتون یه سردیسی میدیم. حالا من که مهمونتون نیستم، شما تشریف بودیم مهمون بنده ایم، منتها ازتون تشکر میکنم پیشا پیش که سردیس شهریار رو به هم بگیم.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خودم آن نغمه که مردم به سپارند. آقای دری، توی این بخش خواهشی که از همه مهمونامون میکنیم اینه که برای ما یه قصه بنویسن. قصه هم قضیهش اینجوریه که سه تا عکس که شما میبینید و بر اساس این سه تا عکس یه داستانی برای ما مینویسین. لطف میفرمایین؟ خواهش میکنم. بفرمایین. من قصه نویس نیستم، امیدوارم. میخواید یه متن سیاسی، یه متن خبری، اقتصادی؟ بر اساس این عکس. بله. اتفاقا چقدر جالبه که یه متن اونجوری که در حوزه علاقه خودتون باشه. بله. وقتی که نه اونجا ما هم قلم داریم و هم کاغذ داریم. بله چشم. بله، عکس ها یک پنجره، درخت، تک درختی در غروب. بله. غروب خورشید و خزان، چون پاییز هم هست. و یک رادیو. بله بفرمایید. منتها من چون خطم خیلی بده میترسم که بعدن نشه. نه من نمیخونم، شما خودتون بعدن میخونم. بفرمایید، خواهش میکنم. چشم. خودتون هم زحمت بکشید و بر اساس این تصاویر برای ما داستان بنویسید و از طریق هشتگ نما داستان با ما به اشتراک بگذارید. خیلی متشکرم. قربانی شما. من ممنونم. استاد امکان بفرمایید. میشه خواهش کنم؟ اتفاقا خط خیلی خاصی داری. نه خطم بده. دیگه خطتون به خط پزشکشون عضو شورای عالی نظام پزشکی هم هست. من چون هرچی مینویسم خودم هم باید همراهش باشم که معلوم بشه چی. نه اینجور نیست اصلا. خواهش میکنم برامون بخونی. بله چشم. وقتی در یک غروب پاییزی میون یک عالم آدم تنها هستی و دلت گرفته، میشه از یک پنجره باز بیرون رو نگاه کنی و یک قصه زیبا رو از رادیو بشنوی و با نگاه به دور دستا تنهاییت رو فراموش کنی. بسیار عالی، بسیار عالی. جناب حیدری، خیلی ممنون که برنامه ما اومدید. من ممنونم که منو دعوت کردید. قربون شما برم. آرزومون توی این برنامه اینه که مردم ایران روزی کتاب خونترین مردم جهان بشن. انشالله. خیلی آرزوی متعالیه و حتما دست یافتنیه، منتها خب نیاز به کار داره دیگه، نیاز به کار فرهنگی داره و تشویق مردم. من اولا به شما تبریک میگم به خاطر این کار خوبی که کردین و یه سوالم داشتم، حالا شاید بشه اسمشو گذاشتی خواهش، که چرا شما که این همه تو طنز استادید و مسلم یه کاری مثل ساختمون پزشکان برای کتاب نمی کنید آقای صحت؟ یعنی یه سریال تلویزیونی، یه کار طنزی که حالا تو قالب طنز که مردم رو با کتاب آشنا کنه، مردم رو با کتاب، یعنی موضوعش کتاب باشه. نمیدونم، من که بلد نیستم، ولی فقط دارم میگم چرا تو اون قالب برای کتاب یه کاری نمی کنید؟ کتاب خیلی مهجوره تو جامعه. بله خیلی پیشنهاد خوبیه و امیدوارم که ما این کارو بکنیم. مسئولین لطفاً یه بودجه‌ای برای کار طنز با محوریت کتاب کنار بذارین. من که از خودم خیلی خیلی ممنونم. میشه یه عکس دو نفره به یادگار با هم بگیریم؟ بله. سه دو یک. خیلی متشکرم. یکی از این سردیس های بزرگان ادب فارسی را به انتخاب خودتون لطفاً به یادگار از طرف ما انتخاب کنید. بله. این بدنام هست. بله، من شمس تبریزی رو برداشتم. عالی، بسیار عالی. خیلی ممنون. من از این به بعد راستش یه پوزی
این ور اونور میدم، میگم که من یه گفتگو با آقای هیدری کردم. آقای هیدری با 5000 نفر گفتگو کردم. باعث افتخار من، باعث افتخار من، خیلی متشکرم که دعوت ما رو در این برنامه قبول کردید. خیلی متشکرم، عکس خوبی. خواهش میکنم، حالا رنگش بهترم میشه. بله بله، خیلی 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 ممنونم، قربان شما، خیلی لطف کردید، خیلی متشکرم. خدا نگهدار.